خب با سلام به شما بینندگان برنامه بالا ویزیون، همونطور که به خاطر دارید تو برنامه اول امنیت دیجیتال سعی کردیم اصول کلی امنیت دیجیتال رو توضیح بدیم. در این برنامه من سعی میکنم در مورد ایمیل بیشتر تمرکز بکنم و سعی بکنم تمام اون اصولی رو که یاد گرفتیم در برنامه اول رو در مورد ایمیل برای شما توضیح بدم. همونطور که میدونید، خب کامپیوتر یا لپتاپ یا تلفن موبایلی که شما دارید از طرق مختلف به دنیای خارج وصله و شما وبسایت‌های مختلف رو میرید سر میزنید یا با ایمیل با افراد در تماسید یا اینکه فایل‌های از طریق USB یا هارد درایو دریافت میکنید یا بر بقیه میفرستید و در واقع تمام این خطرات از همین راه‌های ارتباطی که با دنیای خارج میاد و شما برای هر کدوم از این راه‌های ارتباطی که داریم با دنیای خارج ما باید متوجه باشیم چه خطراتی متوجهمون هستن و سعی کنیم نسبت به اون خطرات راهکارهای لازم رو پیدا بکنیم و در مقابلشون ایمنی به وجود بیاریم. در مورد ایمیل که برنامه این هفته برنامه بالا ویزیون در موردش هست، واقعا ایمیل هم یک راه ارتباطی با دنیای بیرونه. شما نوشته میفرستین، تصویر میفرستین یا میگیرید یا اینکه فایل هایی که برای بقیه میفرستین یا فایل هایی برای شما میفرستن رو میفرستین و دریافت میکنین و برای هر کدوم از این موارد باید متوجه باشین که چه خطراتی ممکنه در متوجهمون باشه. اولین چیزی که خب واقعا مثل هر چیز دیگه لازمه بهش فکر کنیم اینه که اصلا چه ایمیلی شما دارید استفاده میکنید، شرکتی که ایمیل رو برای شما فراهم کرده کجاست. در مورد هر فردی هر کس ممکنه ایمیل های مختلفی داشته باشه. اگر در دبیرستان، دانشگاه یا محل کار هستین، ممکنه اون دانشگاه یا محل کارتون بهتون یک ایمیل داده باشه برای اون کارتون. ممکنه برای ایمیل های شخصیتون از جیمیل یا یاهو یا آتلوک استفاده بکنید. اولین چیزی که نکته که مهمه اینه که متوجه باشین که بهتره که ایمیل های شخصی و ایمیل های کارتون رو از هم جدا نگه دارید. اگر سر کار بهتون ایمیل دادن و ایمیل شرکته، بهتره که برای ایمیل های شخصیتون یک ایمیل دیگه به فرض جیمیل یا یاهو درست کنید و از اون ایمیل استفاده کنید و از ایمیل کارتون حد الامکان برای کارهای شخصی استفاده نکنید. در همون برنامه اول من توضیح دادم همیشه این ریسک وجود داره که رئیس اون شرکت یا مسئول کامپیوتر اون شرکت به ایمیل های شما سر بزنه و اگر ایمیل های شخصیتون اونجا باشه این ایمیل ها رو ببینن. برای همین همیشه واقعا خب ایمیل انگار یک چیز شخصی، حریم شخصی شماست و شما میخواین ازش محافظت کنید. برای همین در مسیرهای مختلف از لپتاپتون اون نوشته ایمیلی که دارید باید محفوظ نگهش بدارید تا تمام اون تیکه های مسیر، یعنی از لپتاپتون که ایمیل نوشته میشه و اول میره به اون شرکتی که شما ازش دارین اینترنت میگیرین، از طریق اون میره به جاهای دیگه وصل میشه تا برسه بالاخره به شرکتی که شما ایمیل رو شما ازش گرفتین. برای اینکه این چیزا محفوظ بمونه، یک سیستمی که در اینترنت طراحی شده و به سیستم SSL معروفه، منتها به جزئیات تکنیکیش وارد نمیشیم، ولی به این شکل میمونه که شما انگار اون نامه‌ای که نوشتید توی یک جعبه میگذارید، یک قفلی میزنید و این رو به دست پستچی میدید و در واقع این موقع که به مقصد رسید، کسی که اون رو دریافت میکنه اون قفل رو باز میکنه و میتونه محتواش رو ببینه. در این و تا زمانی که این قفل رو بین شما و اون شرکت ایمیل شما وجود داره، کسی این بین نمیتونه این رو باز بکنه و بخونه. تا زمانی که این قفل بین شما و در واقع کلیدش رو شما دارید و شرکتی که این قفل رو فراهم کرده، شرکت ایمیلتون، این ایمیل شما بین شما و شرکتی که ایمیلتون رو فراهم کرده محفوظه. برای همین خیلی مهمه ایمیل هایی که استفاده میکنیم، همچون جیمیل که ما خیلی به نظر خیلی کارشناسا یکی از بهترین
ایمیل هایی که در حال حاضر امنیت کاربرانش رو خیلی مد نظر داشته و کمک میکنه که کاربرانش ایمن بمونه از خطرات اینترنتی. شما موقعی که وارد جیمیل میشید و آدرسش رو وارد میکنید، معمولا یک قفلی کنار سمت چپ اون آدرس جیمیل میبینید. این قفل باید بشه به رنگ معمولا سبز و بسته است، و اگر ببینید که این بسته نیست، قرمز یا یک خطی روی gmail.com کشیده شده، متوجه باشین که احتمالاً کسی در واقع بین شما و جیمیل داره با اون قفل رو دستکاری کرده و سعی داره میکنه باز کنه. برای همین اگر به محضی شما دیدید که این قفل قرمز یا خطی روشه، سعی کنید که وارد ایمیلتون نشید و ترجیحاً با وی پی ان یا یک فیلتر شکن دیگه سعی بکنید به جیمیلتون دسترسی پیدا کنید. پس قانون اول اینه که مطمئن بشین اون شرکت ایمیلی که شما میخواین ازش استفاده کنید SSL یا همون قفلی که کنار آدرسش میاد اون رو فراهم میکنه. اگر اون رو فراهم نمیکنه، اصلا بهتر سراغ اون نوع ایمیل نرید، و اگر هم فراهم کرد مطمئن باشین که همیشه اون قفل بسته است و داره درست کار میکنه. و اگر دیدین قرمز رنگش یا روش یه خطی کشیده شده، بهتره که اصلا در اون زمان وارد ایمیلتون نشید و رمز ایمیلتون رو وارد نکنید. خب در این بخش قبل از این که من وارد توضیحی که میخوام بدم بشم، سعی میکنم یکی دو کلمه رو من برای شما تشریح بکنم قبل از اینکه وارد بحث بشیم. کلمه بروزر یا مرورگر رو من به کرار استفاده خواهم کرد. این مرورگر که در کلمه فارسیشه، همون نرم افزاری که شما استفاده میکنید برای اینکه به وبسایت های مختلف سر بزنید، مثل فایرفاکس یا کروم، یا اگر لپتاپ مک دارید سفری. اینها نرم افزارهایی هستند که شما استفاده میکنید برای اینکه به وبسایت های مختلف سر بزنید، و معمولا اکثر افراد ایمیل هاشون رو هم از طریق این مرورگرها مشاهده میکنن. در واقع اول این مرورگرها رو باز میکنن و آدرس ایمیلشون رو وارد میکنن، مثل gmail.com یا yahoo.com یا outlook.com، و به بعد از وارد کردن یوزرنیم یا حساب کاربری و رمز ورودشون میتونن ایمیل هاشون رو مشاهده بکنن. حالا در برنامه اول من توضیح دادم که یکی از اصولی که هست اصل جداسازیه. بهتره برای کارهای مختلف ایمیل های مختلف داشته باشیم یا مرورگرهای مختلف استفاده کنیم. در مورد ایمیل هم بهتره اون مرورگری که مثل فایرفاکس یا کروم برای خوندن ایمیل هاتون استفاده میکنید، از مرورگری که برای سر زدن به وبسایت استفاده میکنید متفاوت باشه. علتش هم اینه که خیلی از کلک‌هایی که هکرها میزنن معمولاً به این شکله که وبسایتی طراحی میکنن که خیلی شبیه به وبسایت ایمیل شماست، و شما اشتباهاً ممکنه آدرس حساب کاربری و رمزتون رو وارد بکنید و متوجه نشین که این یک صفحه یک هکر اونجا گذاشته. ولی اگر همیشه شما تصمیم بگیرید که برای رفتن به ایمیلتون از کروم استفاده بکنید و برای سر زدن به وبسایت از فایرفاکس استفاده بکنید، دیگه این اتفاق نمیفته. یعنی همیشه شما میدونید که اگر در کروم هستید اونجا هست که فقط ایمیل هاتون رو سر میزنید، اگر در فایرفاکس هستین هیچ وقت رمز یا حساب کاربریتون رو وارد نمیکنید. بر همین این تفکیک کار خیلی بهتون کمک میکنه که هیچ وقت اشتباه نکنید و هکرها شما رو گول نزنن که شما رمز و حساب کاربریتون رو در وبسایت اونها وارد بکنید و از دست بدین رمزتون رو و هکری بتونه به ایمیل شما دسترسی پیدا بکنه. یک مورد دیگه در مورد اصل جداسازی یا اصل تفکیک سازی، استفاده از ایمیل های مختلف برای کارهای مختلفه. همونجور که در اول برنامه گفتم، شما بهتره که برای ایمیل کاریتون تنها مسائل کاریتون رو از طریق ایمیل کاریتون انجام بدید و مسائل شخصیتون رو از طریق ایمیل شخصیتون،
حتی اگر لازم یک زمانی یک کار حساسی دارید و میخواین برای اون کار حساس ایمیل جدایی درست کنید، بهترین کار رو بکنید و حتی ترجیحاً بهتره با اسم خودتون نباشه. اگر خبرنگاریه و میخواد با یک فردی که منبع خیلی حساسیه و اخبار خیلی مهمی رو داره بهش میرسونه، بهتره که هر دوشون یک ایمیل جدا درست بکنن و از اون ایمیل استفاده بکنن تا این ایمیل احتمال هک شدنش کمتر خواهد بود و بعد از استفاده و تموم شدن کارشون کاملا میتونن اون ایمیل رو پاک بکنن و از بین ببرن. این تفکیک سازی واقعا باز نقشش رو در به وجود آوردن امنیت بالاتر نشون میده و هر جا که شما لازم دارید که یک کار حساسی بکنید یا یک کاری که معمولا انجام نمیدید بکنید، بهتره که یک ایمیل جدا درست بکنید تا با بقیه کاراتون مخلوط نشه. همونجور که در اول برنامه توضیح دادم، یکی از قسمت هایی که ممکنه برای شما خطر امنیت اینترنتتون رو به خطر بندازه، لینک هایی که از طریق ایمیل به شما میاد. خیلی از کسانی که هکر هستن یا میخوان شما رو فریب بدن و شما اجناسی به خرید بکنید که واقعا نمیخواین خرید بکنید یا اشتباهاً نرم افزاری دانلود بکنید که واقعا قصدشو ندارید، اینا معمولا از طریق لینک هایی که از طریق ایمیلتون به شما میرسه انجام میشه. اگر شما کامپیوتر ویندوز دارید، ترجیحاً بهتره از اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید، چون که خیلی مشاهده شده از طریق لینک هایی که از طریق ایمیل ها به افراد فرستاده میشه و اون لینک ها به محض باز شدنشون در اینترنت اکسپلورر موجب این میشه که کامپیوتر اون فرد هک بشه و هکرها دست پیدا بکنن به کامپیوتر اون فرد. برای اینکه چنین لینک هایی رو شما مشاهده بکنید، اولا مطمئن بشید که این لینک از یا URL از یک فرد مورد اعتمادتون اومده. اگر از یک ایمیلی دریافت کردیم و لینک هایی توش بود که از طریق دوستان شما نیامده بود، بهتره که اصلا این لینک ها رو باز نکنید، چون هیچ وقت نمیتونید 100% مطمئن باشید که در این لینک ها چی هست و خطر شما رو تهدید نمیکنه. بنابراین در مورد اول مطمئن بشید که ایمیل از دوست شما اومده و همینطور بعضی موقع ممکنه خود دوست شما هک شده باشه و معمولا باید فکر بکنید که آیا انتظار دارید که چنین ایمیلی رو دوست شما به شما زده باشه یا نه. و پس نکته اول، اگر ایمیل از جای غریبه ای اومده یا از کسی اومده که شما نمیشناسید، بهتر هیچ کدوم از لینک‌های داخل ایمیل رو باز نکنید. اگر لازمه که خب لینکی از دوست شما اومده و شما میخواین رو باز بکنید، اولین نکته اینه که با ماوس روی لینک برید و سعی بکنید ببینید که اون URL به این معنی که اون آدرسی که اون لینک پشتش هست، مطمئن بشین که اون آدرس همون چیزیه که شما انتظار دارید. به عنوان مثال، ممکنه خود اون لینک به شما بگی که این لینک داره به وبسایت CNN میره، ولی در پشتش این به یک وبسایت کاملا متفاوتی داره میره و به عنوان مثال ممکنه به وبسایت بانک شما داره میره و موجب بشه که شما اشتباهاً رمز بانکتون رو وارد کنید یا بلای دیگه سر شما بیاره. برای همین اولین نکته اینه که مطمئن بشین لینک، آدرس لینک همون چیزیه که خود لینک داره میگه و این رو از این راه میتونید متوجه بشین که با ماس آروم برید روی خود لینک و مطمئن بشین که اون لینک همون چیزیه که هست. یک راه دیگه که معمولا بعضیا انجام میدن، لینک رو به جای اینکه روش کلیک بکنن، بهتره خودش رو کپی بکنید و این رو ما با این شما میتونید در این ویدیو ببینید که به جای اینکه خودش رو کلیک بکنیم، ما اول خودش رو کپی میکنیم و آدرسش رو بعد از وارد کردن در مرورگر و مشاهده اینکه آدرسش آدرس درستیه، ما به خودمون لینک میریم. خب یکی از نکاتی که خیلی لازمه بهش توجه کنید، به محتوای ایمیل هایی که به شما میرسه. خیلی از ایمیل هایی که هکرها میفرستن
معمولاً سعی میکنن ایمیل های شرکت های بزرگ رو تقلید بکنن. مثلا شما یک کامپیوتر میخرید از شرکت دل و بعد از خرید یک ایمیل به شما میاد که میگه شما این کامپیوتر رو به چنین قیمتی خریداری کردید در چنین زمان و براتون واقعا جزئیاتش رو وارد میکنه. این رو هکرها حالا کارهای مشابه این میکنن، منتها با نیات بد. و به عنوان مثال ممکنه به شما ایمیلی بیاد که خیلی شبیه این باشه که از بانک شما اومده و به شما بگه که شما حساب بانکیتون خالی شده و همین الان باید بیاین به حساب بانکیتون سر بزنید که ببینید که چرا حسابتون داره به صفر رسیده. یا ممکنه حتی ایمیل به شما بیاد که حساب بانکی شما هک شده و شما باید سریع وارد حساب بانکیتون بشین و رمزش رو عوض بکنید و یک لینکی هم برای شما بفرستن که این هم لینک اینجا کلیک بکنید و به حساب بانکیتون برید. دقیقا شما همیشه اینجور مواقع خیلی باید متوجه باشید که زمانی که شما رو به یک کاری که باید سریع انجام بدید شما اینها توصیه میکنن و بهتون میگن که این کار حتما باید الان انجام بدید و شما اصلا فرصت فکر کردن ندارید، معمولا اینها تله است و شما با انجام اون کار ممکنه به تله بیفتید. یعنی در واقع اون لینکی که شما به شما فرستاده شده ممکنه اصلا به بانک شما نباشه و ممکنه آدرسش با آدرس بانک شما تنها یک یا دو حرف تفاوت داشته باشه و شما اصلا متوجه نشید. برای همین همیشه به خاطر داشته باشین اگر ایمیل های چنینی دریافت کردید که بر فرض ایمیل بانک شما اکانتتون حسابتون هک شده، بهتره که به جای اینکه در اون لینکی که از ایمیل اومده رو کلیک بکنید یا از اون طریق به بانکتون برید، خودتون این آدرس بانکتون رو داشته باشید از قبل در و حتی بوکمارک کرده باشین تو آدرس هاتون باشه، یا اینکه برید خودتون از طریق گوگل برای این بانکتون جستجو بکنید و از اون طریق به وبسایت بانکتون برید. این حتی نه تنها در ایمیل صادقه بلکه در تلفن هم صادقه. واقعا خب ما چون امنیت دیجیتال حالا به طور کلی این اصول رو داریم بررسی می‌کنیم، معمولا اگر به شما کسی زنگ زد از بانکتون و گفتش که شما بر فرض حساب بانکیتون هک شده یا مشکل براش پیش اومده، هیچ وقت اطمینان نکنید، چون هر فردی ممکنه به شما زنگ زده باشه. همیشه بهتره که خودتون به بانک به تلفنی که شما مطمئنی تلفن بانک زنگ بزنید. برای همین در واقعا اکثر نکات امنیتی اینترنت یا امنیت دیجیتال چیزی سوا از امنیت در دنیای واقعی نیستن. واقعا همون مسائلی که شما در دنیای واقعی دارید رعایت میکنید اینجا هم صادقه و تنها با دونستن نکات تکنیکی میتونید تمام اون اصول رو اینجا پیاده سازی بکنید. و در واقع این نکته که اینجا به خاطر باید داشته باشین اینه که نکته اول اینه که در مواقعی که خیلی سریع از شما کاری رو میخوان، شما بدون فکر نباید اون کار رو انجام بدید و متوجه باشین که چنین چیزی ممکنه تله باشه. و در اون موارد موقعی که فکرتون رو به کار میندازیم ممکنه جزئیاتی باشه که با دیدن اون جزئیات شما متوجه بشین که این ایمیل که به شما رسیده ایمیل واقعی نیست. و این جزئیات رو خیلی چیزای ظریفی ممکنه باشن، ممکنه در اون نوشته کلماتی باشه که اشتباه نوشته شده باشه، ممکنه نقطه جا افتاده باشه، ممکنه خطای فاصله درست نباشه. لشینه که خیلی زمانها این هکرها شاید نتونن با دقت اون ایمیل اولیه یا ایمیل واقعی رو کپی کنن، یا بعضی مواقع خودشون تفاوت‌های ایجاد میکنن که بتونن ایمیلشون رو به شما برسونن، چون که نکات تکنیکی هست که ممکنه اگه ایمیلشون کاملا مشابه ایمیل واقعی باشه به شما نرسه و شرکت‌های ایمیل جلو اینها رو بگیرن. بر همین واقعا حواستون رو جمع کنید و به جزئیات توجه کنید و خیلی هم سریع به ایمیل هایی که از شما کاری رو میخوان واکنش نشون ندید.
به این ایمیل هایی که شما رو ممکنه به تله بندازن، در انگلیسی فیشینگ میگن، منطقه با اف نیست، با پی اچه، و در واقع دلیلی که این رو به طور متفاوتی می نویسن علتش اینه که واقعا یادآوری کنن که این دقیقا تکنیکیه که این هکرها استفاده میکنن. یعنی به شما یک چیزی میفرستن مثل بانک شما .com، ولی در واقع حروف اون بانک رو یک مقداری تغییر میدن و شما در واقع به وبسایت اون هکرها میرید به جای که به وبسایت واقعی بانکتون برید. و این به شکل‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته، میتونه به شما بگن که شما یک جایزه گرفتین، میتونه از بانک یا کردیت کارتتون بیاد، یا ممکنه بهتون بگن که رمزتون رو یکی دزدیده یا حساب بانکیتون داره پولش تموم میشه. و تمام اینها در واقع یک تومهی برای شما میفرستن و شما موقعی که این تومه رو میخواین بگیرید این به تله میفتین. و برای همین اصطلاح خب فیشینگ رو براش به کار میبرن. و برای همین شما با متوجه این تومه ها باشید و همیشه به خاطر داشته باشین هر چیزی که به ظاهر خوب میاد ممکنه واقعا خوب نباشه و باید هوشیاری لازم رو داشته باشید. یک نوع از تله هایی که هکرها واقعا استفاده میکنن در ایمیل ها به ایمیل های نیجریه ای معروفه، که البته چون اولش بیشتر اینها از نیجریه فرستاده میشد اسم شده ایمیل های نیجریه، ولی الان در کشورهای مختلف شما هکرهایی دارید که چنین کارهایی میکنن. اکثر این ایمیل ها به این شکل که شما یک جایزه ای بردین و برای اینکه این جایزه رو دریافت کنید باید یک کار خاصی انجام بدید. ممکنه یک لینکی رو باید روش کلیک کنید، یا ممکنه باید یک پولی رو به جای واریز کنید، یا یک حسابی رو یک جایی باز کنید. هر زمانی که مشترک این نوع ایمیل اومده که تمه افراد رو تحریک میکنه و از اونها میخواد که یک کار خاصی سریع انجام بدن یا پولی به جای واریز کنن یا یک لینکی کلیک بکنن، همیشه خیلی حساس باشید و متوجه این موضوع بشید و سعی بکنید خیلی با احتیاط برخورد بکنید، چون همیشه این احتمال وجود داره که از همون نوع ایمیل های نیجریه‌ای باشه، حالا ممکنه فارسی باشه، ممکنه از یک جای دیگه اومده باشه، ولی نوع و تکنیک این هکرها خیلی شبیه و سعی میکنن که افراد رو مجبور کنن که کار سریع به واسطه طمعشون انجام بدن و به تله بیفتن. یه نکته دیگه ای که در مورد ایمیل خیلی باید رعایت کرد، فایل هایی که شما از طریق ایمیل دریافت میکنید. ممکنه دوستانتون یا کسان دیگه فایل مختلف شما بفرستن. باید توجه کنید که این فایل ها فایل اگزه نباشن. بهتره که هیچ وقت فایل اگزه از طریق ایمیل دریافت نکنید، چون هیچ وقت نمیدونیم این فایل های اگزه معمولا میتونن محتوی ویروس یا تروجان باشن و بهتر شما اصلا چنین فایل هایی رو باز نکنید. حالا ممکنه فایل های دیگه برای شما بفرستن. همیشه متوقع ببینید که این فایل ها چه نوعی هستن، و برای اینکه اینو ببینید معمولا باید دقت کنید که پسوند این فایل ها چی. اگر پسوندش PDF یا داک که مایکروسافت یا پسوند های دیگه داره، این رو اول باید متوجه بشین پسوندش همون چیزی هست که شما دنبالش هستین. و اگر پسوندش اگزه بود یا یک چیزی بود که شما متوجهش نبودید، بهتر اصلا هیچ وقت باز نکنید یا حتی دانلود نکنید چنین فایل هایی. یه نکته دیگه که شاید خیلی مهم باشه اینه که بهتر که خیلی فایل ها، حتی فایل های داکیومنت یا PDF رو باز نکنید، مگر که از طریق دوستانتون به شما فرستاده بشه و شما انتظار چنین فایل هایی داشته باشید. حالا ممکنه یک زمانی یک چنین فایلی رو از کس دیگه هم دریافت کنید و حتما باید بازش بکنید. توصیه من اینه که در این موارد بهتر از اگر از جیمیل استفاده میکنید یا از گوگل استفاده میکنید، از وبسایت گوگل درایو شما استفاده بکنید تا این فایل ها رو از طریق همون مرورگر که حالا فایرفاکس باشه یا کروم باشه مشاهده بکنید و اصلا این فایل به کامپیوتر شما نرسه. این منطقه خب یکی از مواردی که تنها زمانی که شما این فایل ها رو از دوستانتون یا کسانی که میشناسید دریافت نکرده باشید. یک نکته دیگه ای که شاید خیلی مهمه اینه که شما باید حتما ویروس کش یا انتای ویروس
روی کامپیوترتون نصب شده باشه، چون که همیشه ممکن حتی فایل هایی که دوستانتون دریافت میکنید محتوی ویروس باشن و اگه شما ویروس کشی رو کامپیوترتون نباشه ممکن کامپیوترتون ویروس بگیره. نکته بعدی در مورد ایمیل، خاموش کردن تصاویر در ایمیل هاست. خیلی از ایمیل ها ممکنه با یک تصاویری فرستاده بشن و اون تصاویر به طور اتوماتیک مشاهده بشن در از طریق ایمیل و بهتره که شما این رو خاموش بکنید که به طور اتوماتیک این تصاویر دیده نشن. ولی هم اینه که تصاویر میتونن مکان شما یا IP شما رو به کسی که اون ایمیل رو فرستاده نشون بدن و برای همین بهتره که شما این اجازه رو ندید به کسی که ایمیل رو به شما فرستاده که بفهمه شما کجا هستید. این بیشتر جنبه حفظ محل شما یا مکان شما رو داره یا IP شما رو داره. و نکته دیگه که میخوام توضیح بدم اینه که بهتره خیلی از آدرس وبسایت های مختلف رو یا آدرس ایمیل دوستان خودتون رو ضبط بکنید و در واقع داشته باشین توی کامپیوتر خودتون. علتش اینه که خیلی موارد اگر کسی بخواد از یک آدرسی که شبیه آدرسی که از دوستان شماست تنها با یک حرف یا دو حرف آدرس ایمیلش متفاوت باشه یا آدرسی یک ایمیلی به شما بفرسته، شما سریعا متوجه بتونید بشین که این آیا از دوست خودتون اومده یا از کس دیگه اومده. برای همین بهتره شما هر کدوم از دوستانتون یا کسانی که باشون سر کار دارین رو آدرس ایمیلشون رو توی دفترچه ایمیل در واقع دفترچه آنلاینتون داشته باشید و اینا رو برای همیشه حفظ بکنید. یک اصلی که در برنامه اول صحبتش رو کردیم و بازگو می‌کنیم اینجا اینه که یکی از بهترین راه‌های ایمنی پاک کردن محتوای دیجیتاله. شما اگر یک ایمیل، حساب ایمیل دارید که 5 سال، 10 سال دارین ازش استفاده می‌کنید، بهتره که هر سال یا هر 6 ماه یک بار سعی کنید ایمیل‌های حساس یا ایمیل‌هایی که شما واقعا نمی‌خواید کسی ببینه، کسی شخص ثالث اینا رو ببینه، اونها رو پیدا کنید و دیلیت بکنید. این بهترین راه واقعا ایمنی دیلیت کردن از هر راه دیگه بهتره. و همینطور راه دیگه‌ای که توصیه میشه اینه که ایمیل‌ها رو دانلود بکنید، ضبط بکنید یک جا و از اینترنت پاکشون بکنید. این از این طریق واقعا اگر کسی شما رو هک بکنه تنها به 6 ماه یا 1 سال ایمیل شما دسترسی پیدا خواهد کرد و توانایی که 5 سال یا 10 سال ایمیل شما رو ببینه رو نخواهد داشت. برای کاربرانی که متوجه آدرس های اینترنتی یا IP هستن، شاید یکی از مواردی که خوب هر از گاهی این رو انجام بدن مشاهده این که حساب ایمیلشون از کجاها دسترسی پیدا شده و کی در واقع ایمیل هاشون رو داره میخونه. بعضی حساب های ایمیل همچون جیمیل و همینطور حالا فیسبوک هم که الان ایمیل داره باز هم یه چه امکانی داره، به شما اجازه میدن که ببینید IP هایی که وصل میشن و ایمیل شما رو میخونن کجا. در مورد ایمیل جیمیل شما در پایین صفحه یک قسمتی هست که بهتون آخرین IP هایی که وصل شده رو نشون میده و شما اگر IP خودتون رو در بین این IP ها ای IP هایی میبینید که واقعا شما نمیشناسین، بهتره خب یک مقدار نگران بشید و متوجه باشید که این یک ریسکی وجود داره که یک هکری ممکنه داره ایمیل های شما رو میخونه. البته بعضی موقع ممکنه این ایمیل IP که شما داره اونجا میبینی IP تلفن همراهتون باشه و این رو باید متوجه باشید و سعی بکنید که برای کسانی که در واقع متوجه IP و آدرس اینترنتی هستن این کار خوبیه که واقعا هر ماه یا هر 2 ماه یک بار این IP ها رو چک بکنن و مطمئن بشن که مشکل وجود نداره. ایمن نگه داشتن ایمیل. نکته دیگه که خیلی مهمه رعایت کنین که پسورد های رمز های
بلندتر و پیچیده‌تری انتخاب بکنید. ما یک برنامه کامل در مورد انتخاب رمز خواهیم داشت، اما در اینجا در قسمتی که میخوام اشاره بکنم سوالات امنیتی ایمیلتونه. خیلی ایمیل ها الان اجازه میدن که شما حساب های سوال امنیتی انتخاب بکنید، به این معنی که معمولا از شما سوال میکنن که شما شهر مورد علاقتون چیه یا غذای مورد علاقتون چیه، یا اینکه اولین شهری که شما کشور خارجی که شما مسافرت کردین کجاست. یک چنین سوال هایی میکنن و شما میتونید هم سوال رو انتخاب بکنید هم خب جواب رو وارد بکنید. ترجیحاً بهتره جوابی که میدین جواب واقعی نباشه، اما جوابی باشه که بتونید به خاطر بسپارید. مثلا اگر شما این سوال رو انتخاب بکنید که اسم پدر شما چیه و اسم واقعی پدرتون رو اونجا وارد بکنید، خب همیشه این ریسک وجود داره که یک همکار شما که با شما دشمنی داره و ولی شما رو بسیار خوب میشناسه و هم اسم پدرتون رو میدونه و هم میدونه شما کدوم شهرها زندگی کردید، شما اسم بچه هاتون چیه و محل آدرستون کجاست، همیشه میتونه این سوال ها رو جواب بده و بتونه رمز ورودتون رو تغییر بده. در واقع این سوالات امنیتیه که من صحبتشون کردم معمولا برای اینه که اگر زمانی شما رمز ورود حساب ایمیلتون رو فراموش بکنید، با جواب دادن به این سوال ها بتونید از دوباره وارد ایمیلتون بشید، حساب ایمیلتون بشین یا رمز رو تغییر بدین. برای همین اگر این سوال ها رو به شکلی انتخاب بکنید که جواباش هم درست بدین، همیشه ممکنه یک فردی که به شما خیلی نزدیکه و جواب اون سوال ها رو میتونه حدس بزنه جواب بده این جواب ها رو و رمز شما رو تغییر بده. و این در دنیای واقعی اتفاق افتاده برای چندین سیاست مدار خیلی معروف. چه اتفاق افتاده که هکرها چون تمام اطلاعات این افراد رو میدونستن، تمام هم زندگی نامشون رو میدونستن، اسم همسر، بچه ها، پدر، مادر، همه اینها رو میدونستن، تونستن این جواب این سوال ها رو بدن و بتونن که وارد حساب ایمیل این افراد بشن. خب در این برنامه ما بیشتر در مورد امنیت ایمیل حرف زدیم. من برای اینکه کل نکات رو تکرار بکنم، باز هم میگم اصولی که در برنامه اول یاد گرفتیم همچون تفکیک سازی، جدا سازی در ایمیل هم صادقه. بهتر ایمیل ها رو با مرورگرهای مختلف نگاه بکنیم، همینطور بهتر ایمیل های مختلف برای کار و کارهای شخصیمون داشته باشیم و همینطور خیلی خوبه که متوجه باشیم که خیلی ایمیل هایی که دریافت میکنیم اگر لینکی هست توش، URLی هست یا اینکه یک فایلی بهش باهاش اومده، خیلی متوجه باشیم که این ممکنه همیشه از طرف یک هکری اومده باشه و خیلی نکات ایمنی رو رعایت بکنیم و خیلی سریع روی اینها کلیک نکنیم و خودمون رو دچار مشکل نکنیم. امیدوارم که این سری برنامه های بالا ویزیون بر شما جذاب بوده باشه و شما رو در برنامه بعدی هم